سلام دوستان عزیز، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به معرفی خانم نازنین بیاتی میپردازیم. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. نازنین بیاتی بازیگر سینما و تئاتر، متولد 15 دی ماه سال 1368 در تهران است. مادر نازنین بیاتی اهل قم و پدرش اهل تفرش است و دارای دو خواهر به نامهای ندا و نغمه است. محل زندگی این بازیگر جوان در منیریه تهران است. نازنین بیاتی فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن است. علاقه اش به بازیگری از ترم چهارم دانشگاه با درس مبانی بازیگری شروع شد. سال 91 از طریق یکی از دوستانش برای تست بازی در فیلم دربند به دفتر آقای شهبازی کارگردان رفت و بدون کلاس بازیگر شد. قبل از ادامه شما میتونید برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید. پس حتما این کار رو فراموش نکنید. اولین فیلم نازنین بیاتی اولین افتخار او بود. سال 91 با اولین تجربه در فیلم دربند نامزد سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شد و در رأی گیری از نویسندگان و منتقدان بهترین بازیگر جشنواره 31 فجر انتخاب شد. نازنین بیاتی علت موفقیت خود در فیلم سینمایی دربند را دوست شدن با خانم پگاه آهنگرانی و کمک‌های او می‌داند. جالب است که بدانید نازنین بیاتی برای بازی در اولین نقش خود بدون فیلمنامه به ایفای نقش پرداخته است. نازنین بیاتی در سال 91 طراح دکور، طراح لباس و صداپیشه شخصیت رویا و پیشگو در سریال عروسکی شکرستان بود. تماشای فیلم در سینما از علاقمندی‌های شخصی نازنین بیاتی است. او دیدن همه ژانر فیلم را دوست دارد، اما طنز را کمی کمتر دوست دارد. نازنین بیاتی نقاشی را از کودکی شروع کرد. وی دیپلم گرافیک دارد. او میگوید در اوقات فراغت کتاب می‌خوانم، فیلم می‌بینم یا نقاشی می‌کنم. و یک بیزینس هم در کنار بازیگری انجام میدهم. در کنار بازیگری طراحی لباس نیز میکنم. بسیاری از مردم ابراز میکنند که نازنین بیاتی با بازیگر توانای کشورمان ترانه علی دوستی شباهت زیادی دارد، که نازنین بیاتی از شبیه بودن به ترانه علی دوستی ابراز خوشحالی میکند و ایشان را یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران میداند. نازنین بیاتی فردی بسیار پر انرژی، عجول و در جمع دوستان بسیار شاد است و در کل شخصیت برونگرایی دارد. نازنین بیاتی علاقه زیادی به بازی خسرو شکیبایی دارد و زمانی که راهنمایی بوده یک بار استاد را از نزدیک در صحنه فیلمبرداری دیده و از همان زمان آرزوی بازی با ایشان را داشته است. نازنین بیاتی بازی با مرحوم شکیبایی را یکی از حسرت‌های زندگیش می‌داند. نازنین بیاتی آرزو دارد که هیچ آدمی حسرت به دل از دنیا نرود. او میگوید مادر بزرگ من یک روز صبح به منزل ما زنگ زد و میخواست با من صحبت کند، اما من به مادرم گفتم که کار دارم و نمیتوانم و همان شب مادر بزرگم از دنیا رفت و حسرت شنیدن صدایش برای من همیشه به دلم ماند. نقش آفرینی جذاب و متفاوت او در سریال نمایش خانه گل شیفته توانست برایش تندیس بهترین بازیگر زن کمدی را در 19 دوره جشن حافظ به ارمغان بیاورد. نکته قابل تأمل دیگر که وجود دارد این است که نازنین بیاتی در میان بازیگران هم نسل خودش جوایز بازیگری بیشتری دریافت کرده است. تا کنون نازنین بیاتی در 15 فیلم سینمایی، 2 سریال شبکه نمایش خانگی و 5 نمایش تئاتر به ایفای نقش پرداخته است. جدیدترین سریال و بازی نازنین بیاتی سریال نمایش خانگی مانکن است که هر هفته در روزهای دوشنبه در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود. نازنین بیاتی مجرد بوده و هنوز ازدواج نکرده است و هر گونه خبری مبنی بر ازدواج ایشان کذب بوده و صحت ندارد. از اینکه در این ویدیو همراه ما بودید از شما متشکریم. لطفاً نظر خود رو در مورد این ویدیو از طریق کامنت با دیگر همراهان ما به اشتراک بگذارید.